صفحه دوم کتاب آکسفورد که در واقع شروع کتاب ما هستش در ابتدای کار اومده راجب نشستن و شیوه نشستن گیتار صحبت کرده که توی طرز نشستن گیتار به صورت کلاسیک معمولا گیتار رو کمی کج میگیرم و فرم نشستن متفاوته که شما در شروع کار اگر بخواید میتونید گیتارتون رو به همین فرمی که من در دست گرفتم تو دستتون بگیریم به این صورت که گودی گیتار میفته روی رون پاتون و دست راستتون میاد روی قسمت بالایی گیتار طوری که بتونه آزادانه حرکت بکنه در قسمت های جلوتر راجع به فرم دقیق نشستن گیتار به سبک کلاسیک هم صحبت میکنیم اما چون این استایل راحت‌تره، اگر بتونین در اوایل کار به این شکل بشینین راحت تر هستش اگر یادتون باشه توی فایل مقدمه توضیح دادم که نوت ها دو قسمت دارن یکی بحث ارزش زمانی اونهاست که راجع بهش صحبت کردیم و مبحث دوم جایگاه اونها روی خطوط حامله ما به پنج خط موازی که کنار همدیگه نوشته شدن میگیم خطوط حامل که کارشون نوشتن نوت ها روی اونهاست که خطوط حامل رو به ترتیب از پایین تا بالا میشماریم یعنی خط اولمون از پایین میشه خط یک به ترتیب دو، سه، چهار، پنج هر وقت نوتی بین دو خط بالای حامل قرار بگیره اسم اون نوت میشه نوت می و روی گیتار میشه دستباز سیم یک یا همون سیم یک به صورت آزاد وقتی که ما سیم یکمون رو به صورت آزاد اجرا میکنیم در واقع داریم نوت می رو اجرا میکنیم که جایگاه نوشتاریش روی حامل میشه بین دو خط بالای حامل در پایین صفحه کتاب توی همین صفحه اومده طرز اجرای نوت رو به ما گفته ما روی گیتار دو و ضربه روی دستمون اجرا میکنیم ضربه آپیاندو و ضربه تیراندو که ضربه آپیاندو رو بهش میگیم ضربه تکیه و ضربه تیراندو رو بهش میگیم آزاد فعلا ما فقط با ضربه تکیه یا همون ضربه آپیاندو کار داریم به این صورت اجرا میشه که من انگشت شستم یا همون انگشت پی که نام انگشت رو قبلا توضیح دادیم میاد روی سیم شیشم هم قرار میگیره و این دوتا انگشت آی و ام هم میاد روی سیم اول و بعد از زدن ضربه روی هر سیم انگشت من میاد به سیم بالایی خودش تکیه میکنه به عنوان مثال انگشت یکم بعد از اینکه روی سیم یک ضربه زد اومد روی سیم دوم تکیه کرد حالا اگر با انگشت ام انگشت وسطی هم ضربه بزنم دقیقا باید به همین شکل روی سیم یک ضربه میزنم و به سیم دو تکیه میکنه و این تمرین رو باید بتونین انجام بدین که روی هر سیم ضربه بزنین و دستتون به سیم بالایی تکیه بکنه تنها سیمی رو که ضربه تکیه نمیتونیم روش اجرا بکنیم و ضربه تکیه نداره سیم شیشم گیتارمونه به این دلیل که سیمی بعدش نداریم که بخواد دستمون تکیه بکنه به عنوان تمرین در انتهای کتاب اومده نوتهای می رو به صورت دسته های چارتایی در هر میزان برای ما قرار داده که ما تمرین بکنیم این تمرین انتهای صفحه رو هم با شمارش هم با گفتن اصامی نوت اجراش میکنیم به این صورت یک دو سه چار یک دو سه چار یک از اونجایی هم که همه این نوت های ما سیاه بودن و ارزش زمانی هر نوت مدل یک ضرب بود با هر ضرب یه دونه نوتم رو اجرا کرد